داستان بادکنک فروش در یک شهر بازی پسر که به مرد بادکنک فروشی نگاه میکرد بادکنک فروش برای جلب توجه یک بادکنک قرمز را رها کرد تا در آسمان اوج بگیرد و بدین وسیله جمعیتی از کودکان را که برای خرید بادکنک به والدانشان اصرار میکردن را جذب خود کرد سپس یک بادکنک آبی و همینطور یک بادکنک زرد و بعد از آن یک بادکنک سفید را به تناوب و با فاصله رها کرد. بادکنک ها سبکبال به آسمان رفتند و اوج گرفتند و ناپدید شدند. پسرک سیاپوس هنوز به تماشا ایستاده بود و به یک بادکنک سیاه خیره شده بود تا اینکه پس از لحظاتی بادکنک فروش نزدیک شد و با تردید پرسید ببخشید آقا اگر بادکنک سیاه را هم می کردید آیا بالا میرفت مرد بادکنک فروش لبخندی به روی پسرک زد و نخی را که بادکنک سیاه را نگه داشته بود برید و بادکنک به طرف بالا اوج گرفت و پس از لحظاتی گفت پسرم آن چیزی که سبب اوج گرفتن بادکنک ها می شود رنگ آنها نیست بلکه چیزی است که در درون خود بادکنک قرار دارد دوست عزیز من زندگی هم همین طور است و چیزی که باعث رشد آدم ها می شود رنگ و ظاهر آنها نیست مهم درون آدم هاست که تعیین کننده مرتبه و جایگاهشان است و هر چقدر ذهنیات ارزشمندتر باشد جایگاه والاتر و شایستری نصیب آدم می شود.